هشتمین روز آبان ماه برابر با 30 اکتبر سال 1200 خورشیدی برابر با 1821 میلادی، زادروز فئودور میخایلیویچ داستایوفسکی، شاعر و نویسنده روس که ویژگی منحصر به فرد آثار وی روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیت‌های داستان‌های اوست. فیودور میخایلوویچ فرزند دوم خانواده داستایوفسکی، پدرش پزشک بود و از اوکراین به مسکو مهاجرت کرده بود و مادرش دختر یکی از بازرگانان مسکو بود. در 10 سالگی والدینش مزرعه کوچک در حومه شهر تولا در نزدیکی مسکو خریدند که از آن به بعد تابستانها را در این مکان می گذراندند. وی برای تحصیل همراه با برادرش به مدرسه شبان روزی منتقل شدند و 3 سال آنجا ماندند. در 15 سالگی مادرش از دنیا رفت. در همان سال امتحانات ورودی دانشکده مهندسی نظامی را در پترزبورگ با موفقیت پشت سر گذاشت و وارد دانشکده شد. وی طی 2 سال کتاب‌های خاطرات خانه مردگان و آزردگان را به چاپ رسانید و سپس برای مدتی سردبیری مجله گراژدنین را بر عهده گرفت. سال 1289 خورشیدی برابر با 1910 میلادی، در گذشت هنری دونان، مؤسس صلیب سرخ جهانی که در شهر ژنو سوئیس متولد شد و وقوع جنگ‌های متعدد در اروپا باعث شد تا وی با انتشار کتابچه‌ای مردم را تشویق نماید که جمعیت‌هایی را داوطلبانه تشکیل دهند تا به هنگام جنگ و دیگر مصائب بتوان بیماران، زخمی‌ها و مصدومین را کمک رسانی کرد. بر اساس این پیشنهاد در نیمه ماه مه اولین کنفرانس بین المللی ژنو برای ایجاد یک سازمان جهانی امدادی و خیریه برپا گردید. در این کنفرانس نمایندگان 16 کشور اروپایی شرکت داشتند. این کنفرانس باعث شد تا قرارداد ژنو به اهتمام و تلاش هنری دونان امضا گردد. سال 1372 خورشیدی برابر با 1993 میلادی، در گذشت فدریکو فلینی، فیلمساز ایتالیایی که از بزرگترین و مستعدترین فیلمسازان دنیای سینما به شمار می آید. وی با فیلم‌های جاده 8.5 و زندگی شیرین به اوج شهرت جهانی رسید. فلینی پس از ورود به دانشگاه روم در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. هرچند استعداد وی در طراحی انیمیشن و نگارش داستان‌های طنز در نشریات جلوه پیدا کرد، اما فلینی در ادامه به نوشتن سناریوهای رادیویی پرداخت و طولی نکشید که اولین فعالیت سینماییش را به عنوان یک کمدی نویس در فیلم رؤیای یک دزد دریایی اثر ماریو ماتوله تجربه کرد. شهرت و استعداد فلینی در فیلم نام نویسی وی را با روبرتو روسلینی، کارگردان بزرگ ایتالیایی، آشنا کرد تا فیلم نامه اثر معروف او روم شهر بیدفاع را بنویسد که برای آن تا آستانه کسب جایزه اسکار نیز پیش رفت. وی یک بار دیگر برای فیلم پاییزا نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم نامه شد که کارگردانی آن را روسلینی بر عهده داشت. وی سرانجام برای نخستین بار به خاطر فیلم شیخ سفید پشت صندلی کارگردانی نشست و فیلم نامه آن را نیز خودش نوشت. این فیلم در جشنواره‌های کن و ونیز به نمایش درآمد.